سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام امروز فرسا رو همچنان با ماست خدا شکر سلام اه... امروز آه نمیخواستم <تصفح> بگم آره اون تظاهر یه من رو اسخره <تصفح> کن چودم براتون بگه, بگه که دنبارست. اه... حرفی نداری از هفته چهاره امروز و با بیزاد کارون اومدیم حرفی نداری؟ داری بولی میکنی کارون اتفاق خاصی نیفته دیگه توی هفته گذشته فقط شما چیز بودی خارجه بودی که بهش میرسیم بعد اپیزود آره. درسته من هم دندون بور کردم اگه اتفاق خاصی <تصفح> <سهن> اصلا. یه <میشه. تصفح> رفیق گفته بودی که جالب هفته رو دیگه چرا مثلا ندارید و اینا گفتم به خودمون جالب هفته یه فاکتور خیلی مهم داری که باید اتفاق جالب بیفته اگر <تصفح> <تصفح> که نیفته که انقدر زندگی های جالبی داریم مثلا ما اتفاق خیلی جالب اونی بود که با دیشب مثلا 3 4 ساعت فیفا بازی کردیم محمد جان سلام شب و راست ایمانو میبردیم هرسی شده بود با... بگید برای چی اگر که ایزیو میگی کامل بگو برای چی برای چی میبردیمت به خاطر که شما دو نفر که تجربه بازی کردن خیلی بالا دارید ما هم افتاده بودید ما افتادم با این نفری که تجربه بازی اونم تجربهش پاید. خیلی زیاده نه، یک سال یک سال هم نشده نه. چهار نفری بودیم متاسفانه دو به دو چپ راست اه... اینجوری فوتبال با کیفیت سخته بردن. ایمانو بردن آقا نه nah, من تکی شرطی میزنم سر رگ بخونید. بخونید بخونید تا این بدتر نشده بخونید اونجا خیلی خودمونیم اپیزود, رگ اپیزود، <صح> خیلی بیتی شروع شد با تنش آزا جدیش کنید الان بحث مهمیه بچه شد نکنید صرف کنید این داستان دختر آبیو که همه ما شنیدیم این چند وقت اخیر همه متاثر شدن سهر خدایاری داستانش خب همه میدونم من دیگه تکرار نمی کنم بعد از اینکه این, این اتفاق نامطلوب افتاد همه اومدن شروع کردن واکنش نشون دادن بازیگرا و حالا آدم های معروف دیگه غیر معروف ها هم نشون دادن که ما ندیدیم بازیگرها و فوتبالیستا و حالا دولت مردان و زنان و اینا واکنش نشون دادن این وسط آقای علی آقا کریمی جادوگر آه. فوتبال ایران که حالا محبوب دو طرف هست ایشون یه توییتی کردن اینستاگرام نه نه اینستاگرام یه پستی گذاشتن که یه عکسی بود زیرش این کپشن رو داشتن که زنان سرزمین ما خیلی وقتها خیلی مردن تا اطلاع ثانوی استادیوم نریم خب این یه جنبشیه که حالا خواستن که نرن نمیدونم امروز هم لیگ بود چقدر نری نمیرم که آره تا اینکه خانم‌ها نتونن برن مردا گفتن استادیوم نمیریم یه سری هم حمایت کردم من نمیدونم امروز بازی لیگ چقدر رفته بودن بازی استقلال نفت تقریبا پر زیاد شد بیشتر چیزای نفتو نشون دادن تماشاگرای نفتو خیلی هم پرشور و آره بودن اول اینکه دست علی آقا کریمی درد نکنه که آدم مردمی معمولا دست میذاره رو جاهای درست همیشه هم سعی داره حرف درست رو بزنه اون برنامه هم که رفت توی 90 و داشت راجع فدراسیون فوتبال و شرایط کیروش و این داستان ها اون موقع میگفت برنامه جالبی بود حرف حق رو میزد ولی با ادبیات نچندان خب. حالا یکم دقیق تر که به کپشن علی کریمی نگاه کنیم میبینیم یه جنسیت زدگی خیلی عمیق تو حرف علی کریمی هست خب اونجا که میگه زندان سرزمین ما خیلی وقتها خیلی مردن ببین این اومده حرف حق و حرف درست رو داره میزنه با ادبیات اشتباه با ادبیات خیلی اشتباه چرا حالا این قضیه داستان خیلی عمیق فرهنگی و زبانیه که نه فقط تو فارسی که تو همه زبون ها فرهنگ ها وجود داره و همه به نوعی دارن باش دست و پنجه نرم میکنن اونم اینه که نسبت دادن صفات مطلوب و مورد نظر و خوب به مردها. در واقع به صورت ناخداغا زن رو داریم از زبان محاوره و به طبع از فکر های خودمون حذف میکنیم در واقع دستاورد هایی رو که حالا انسان ها دارن به نوعی داریم به مردها نسبت بیدیم به صورت ناخداگاه و چون بالاخره ما از زبان استفاده میکنیم که فکر کنیم داریم به صورت ناخداگاه همه اینا رو حضب میکنیم کریم، علی کریمی میگه که خیلی, وقتها مرد... خیلی وقتا خیلی مردن یعنی چی؟ یعنی اون صفت حالا مطلوب حالا هرچی که مرد نظر مردونه شجاعت و هر دو. چیزی رو داره اینجوری بیان میکنه بس. یه چند تا مثال از زبان انگلیسی بزنم اون زمان که آمریکا اعلام استقلال کرد اونایی که اعلان استقلال آمریکا رو نوشتن حالا من انگلیسیشو میگم نوشته بودن all men are created equal خب داره راجع به همه آدما صحبت میکنه ولی میگه all men یعنی داره به مردها داره نسبت میده از اون خوشگل رو داریم نیل رو که همه میشناسیم اولین کسی که رفضا آره رفت رو کره ماه. در واقع پا گذاشت بعد اینکه این کار رو کرد گفتش که uh, one small step for man one giant leap for mankind بله. خب دوباره در واقع داره یه دستاوردی رو به صورت ناخداگاه صرفا به مردها داره نسبت میده من اینو مثال زدم که بگم فقط ما تو فارسی دوچارش نیستیم ما تو انگلیسی هم هست خیلی هم عمیق هست بعد حالا یه سری مفهوم ما توی زبان انگلیسی داریم اسم چی کالوکیشن کالکیشن چیه ایمان شما که زبانت خوبه بفرمایید شما اینه که احتمال اینکه مثلا دو تا لغت همزمان با هم بیان زیاد باشه به اون دو تا لغت هم مثلا میگن کالوکیشن فارسی همایند من دیدم یعنی با هم میان مثلا به شما بگم پاپ حالا تو انگلیسی بگم پاپ احتمالا مثلا میوزیک میاد تو ذهنتون یا مثلا سانگ میاد یعنی مثلا یه چیزی که مرتبط به اون لغت فارسی شو بگم من گفتی پاپ نوشابه ما تو ذهنم. فارسیش مثلا میگن چی دروازبان سرپنجه خب اینا با هم میاد یا مثلا میگن چای دپش میبینید ذهنتو اوتوماتیک یه چیزی داره پیشنهاد میکنه اینه کالوکیشن کار انگلیس هاست یا حرف <تصفح> مفت و مثلا اینا اوتوماتیک این کار رو با میکنه حالا یک اتفاق خیلی جالبی افتاد یه لغت انگلیسی داریم به اسم رابید R -A -B -I D اه. که حالا خیلی آدم متعصب و صفت دیگه متعصب و خیلی اه. آدم افراطی و اینا رو میگن توی لغتنامه اکسفورد که لغتنامه بسیار معتبریه برای آپشنایی که حالا در واقع این لغت رو باش این صفت رو باش به کار ببری لغت فمینیست رو آورده یعنی مثلا تو بگی رابت فمینیست یعنی یه فمینیست افراطی توند رو خب اینو لغتنامه اکسفورد آورده مثلا نگینگ حالا نگ یعنی مثلا, مثلا نق بزنی یا مثلا بر. هی گیر بدی و این داستان ها مثلا کنارش نگینگ وایف آورده اه. یا مثلا گریتینگ که صدای ناخوشایند میشه گریتینگ وایس و اینا رو به خانم نسبت میدن به صدای خانم ها نسبت دادن برای توصیفش صدا خوب نشیده یارو و همین بعد اینا رو محکوم کردن که شما در واقع پیش جنسیت زده داشتید و اونا در جواب گفتن که حالا دیکشنری آکسفورد داره نشون میده که لغات در دنیای واقعی چطور به کار میرن خب و در دنیای واقعی اینطوری به کار میرن خب اینطوری بهش نگاه میشه در واقع جامعه اینطوری میبینه این لغت آره جامعه رو... اینطوری داره از این زبان استفاده میکنه که حالا همونجوری که اون نیل آرمستر... آرمسترانگ میگه مثلا همه در واقع برای اینکه به همه اشاره کنه به انسان ها اشاره کنه لفظ مرد رو استفاده میکنه این هم صفات بد رو مثلا به صفات حالا خیلی نامطلوب رو به خانم ها نسبت دادن و این طوریه که واقعا جامعه داره ازش استفاده میکنه چند وقت پیشم یه سیستم AI آی Intelligence اینتلیجنس هوش مصنوعی بود که اینا در واقع ترینش کرده بودن روی یه سری تکستی که از حالا اینترنت و اینا جمع شده بود و تاش بودن اون سیستم خیلی چیز شد جنسیت زده شده بود بوده به خاطر اینکه حالا متنی که اون روش ترین شده بود همه رو احتمالاً مردا نوشتن و بیشتر لغاتی داشته که به سمت مردا بوده یعنی آکسفورد بیراه نمیگه دیگه اون طوری که زبان داره از این لغات استفاده میکنه ضد حالا خانم است بعد حالا مثالای فارسی شو بیشتر بزنیم قبل اینکه مثال بزنیم بگم آره بگم از آب بخوره یه جالبی که برام اتفاق من توی یه کلاس هایی که برداشته بودم یه کلاس حقوق برداشتم اینجا معلم گفتیش که یکی از کارهای خیلی عجیبی که من کردم مثلا به مدت چند سالم طول کشید این بود که ما کتاب حقوقی که وجود داره و مثلا تمام مثلا اون حقوق هایی که وجود داره برای انسان ها تو کانادا اینا همش به قول کارون همش از کلمه من استفاده کرده بود و همش مثلا مردانه بوده اون نوشته میگفته و تمام مثلا کتابایی مثلا آموزش رانندگی مثلا کتابایی که دولت به دست آدم میده برای اینکه ایزی و یاد بگیرن میگفت من دو سال از زندگی اون صرف کردم که تمام اینا رو پیدا بکنم و اینا رو بکنم مرد یا زن یعنی بتونم کلمه و جمله شو عوض اف و ایشون دو سال طول کشید نه نه خب بعد مثلا جمله و این موقع عوض میشد یعنی بعد همه اینا رو میخوندن و میگفتی من دو سال وقت گذاشتم با چند نفر دیگه که ما تمام این کتاب ها رو یه جوری بکنیم خنسا باشن در واقع که هم مرد و در واقع در نظر بگیره هم زن که حالا اون زبانهایی که ادبیاتشون تفاوت قائل میشه برای زمیر مرد و زن مثلا عربی و حالا اسپانیایی اسپانیالی مثلا به یه جمعی که اشاره میکنن اگه همه خانوم باشن اگه یه بچه نوزاده مثلا دو ماهه پسر باشد زمیری که به کار میره باید زمیر مذکر باشه براش اینا داریم راجع به نشونه هاش صحبت کنیم فارسی بگیم یه ذره مثلا میگن چی قول مردونه بده آه. یا مثلا میگن چی دختر مال مردمه بچه فرزند دختر که به دنیا میاد اصلا میره دیگه مال مردم حرفای زنونه خال زنکی ما رو خودمون الان جایی مرد چی میگن مثلا این برعکس نمیگن یه ذره حرف مردونه بزنی آره آفرین چون میگن حموم زنونه بیا بشینی مثل دو تا مرد با هم حرف بزنیم مرد و قولش یا مثلا چی میگم میگم میکن مرد که گریه نمیکنه بقول قول کامبیس حسینی قول کی گفته مردم گریه میکنه چه دلیلی داره دلیل. تو تاریکی اون گوش چه دلیلی چیزم گفته بود آبجیزم فکر کنم یه دونه آهنگ در داشت آره آره فکر کنم جوروگن از این موضوع صحبت میشه اینو لطفا بیاری اینو نه آهنگ خونده جوراگه راجع به موضوع صحبت نکردن شما در مورد زن ستیزی یا اینکه خیلی جملات آقا من این تو این که... وسط رفتم تو پایگاه تلارسین آقای رج... رز... رضا شش... شجی من نمیشناسمشون من فقط دارم اشاره میکنم چون این اینجا به بعد از اونجا بقیشم. اگه فتولو زادر یادته مدیر باشگاهتون بود یه زمانی اینو بردن تو برنامه 90 و اینجوری میکرد گفت اونا اگه مرد بودن اومدن این حرفا رو میزدن اگه مرد بودن نمیومدن این حرفا رو بزنن یا اونا اگه چی اونهایی که اطلاعات نادرست در اختیار تو قرار دادن مرد نیستن خانو هستن آقای علی فتو گفته خانوم هستن آره تو 90 جلو فردوسی پور گفته خب ایشون شوالیه بودن نه آره شوالیه این بود آقا اون آهنگ هم که گفتی اسمش گریه مرده بله آره بعد به عادل آخرش گفته که صحبت های شما باید بر اساس مدرک و سند باشه و نمیتوان بر اساس حرفای خال زنکی و اینا اون در مورد من قضاوت کنید ایشون ادعا میکنم مدرک دکترا داره خب شاید خیلی هم تقصیر خودش نباشه ببین داستانی که <تص basit> از <applause> یه طرف همین چی میگه بچگی ببین از یه طرف یه بزرگی بود آره از یه طرف این مدل طرز فکر برتری جویانه که حالا مردها برترند رسوخ کرده توی فکر و ناخداگاه و فرهنگ و زبان همه دنیا و از طرف دیگه حالا تو فرهنگ ما توی حالا نظام آموزشی ما در واقع چون اون مهارت تفکر نقادانه وجود نداره اون کریتیکال thinking که ما راجع صحبت کردیم آقایی که مدیر عامله مثلا یه تیم پرطرف و دکتره داره نمیاد پیش خودش فکر کنه که من دارم میرم چهار نفر دیگر رو بکوبم نباید این صفات رو نسبت بدم مثلا به خانم آیا درسته مثلا این ادبیات رو من استفاده کنم این نباید جنسیت بکوبم <applause> آره من پسندیده است اصلا این کار من ره. یا نه خب اینا رو چون ما هم تو فرهنگ و زبانمون رخنه کرده و اصلا ما ناخودگاه داریم ازش استفاده میکنیم همین که این مدل تفکر رو نداریم باعث میشه که یه آدم بیاد توی رسانه ملی اینطور با این ادبیات صحبت کنه و میخوام بگم چقدر اوضاع بده مثلا چقدر تو فرهنگ ما میگم تو دبیرستان هم مثلا به ما میگفتن که چنان شماها مثلا شما که تو این مدرسه درس میخونید از اون مدرسه مشابه که مثلا دختر است شما باهوش ترید خب اینا معلم ها رسما میوادن میگفتن مثلا برزانگا. نه حالا بعد میوادن رسما اینو میگفتن و شما رو شیر کنن که مثلا شما برید شاید منظورشون واقعا اون نبود واقعا واسه شما رو شیر کنن. ولی به روش اشتباه دیگه هر چی نه ولی میفهمم کارون چی میگه یه دیدی هست که مثلا مدرسه پسرونه آره کنه چون آره آقا آره من پاشا رفتم دانشگاه بود قبلا هم تو برنامه گفتم آقا آره من باهوش ترین آدمی که دیدم تو زندگی و هنوزم رو دستش نمیارم مثلا دختری بود که هم دوره ما بود اصلا این آدم بی‌نظیر بود و این مثلا رد میکنه دیگه همه اون مزخرفاتی رو که کردن تو مخ بچه‌ها و هنوزم احتمالاً دارن این کارو انجام میدن آخر شاید خب ریشه تاریخی نداره که خب شاید توی حالا تا الان توی تاریخ اکثریت حالا زمان خانم ها رو به عنوان خاندار نگاه میکردن میگفتن که نباید موفق باشه مخصوصا توی فرهنگی که ما داشتیم اونا بیشتر توی خانه ساکن بودن حالا بچه داری میکردن یه خانداری می میکردن و فضا رو براشون آماده نمیکردن که بتونن موفق باشن برای همین اکثر اون چیزایی که ما میشنویم موزه موفقیت هایی که میبینیم معمولا آقایون توش بودن برای همین این فرهنگ رو عوض میکنه دیگه یعنی تو تمیشه ذهنیتت اینه که اکثریت قالب آدمایی که موفقن آقا هستن مرد هستن و برای همین اگر که میخوای موفق باشی باید مرد باشی توی کوتیشن مارک این چیزی که تو میگی علت اینه که چرا این اتفاق افتاده تو طول تاریخ تو همه فرهنگ های حالا حالا نمیگم همه تو اکثریت فرهنگ های دنیا این علتشه چون بالاخره شرایط جوری بوده که خانم رو از جامعه جدا کردن و نذاشتن پرورش پیدا کنه ولی این دلیل نمیشه که حالا ما که توی عصر حاضر که دارن تلاش میکنن که به سمت برابری بریم که اصلا نزدیک نیستیم بهش ولی تلاش داره میشه این اصلا دلیل نمیشه حالا من و شمایی که درس خوندیم من و که مثلا چهار تا کتاب شاید از دور دیده باشیم چهار تا پادکست خوب شاید شنیده باشیم یا ادعا کنیم که فکر میکنیم این دلیل نمیشه من و شما هم از این الفاظ استفاده کن آقای که دکترا داره مدیر عامله نباید بره توی برنامه بشینه اینجوری چیز کنه شاید اونا را ولی خب بعضی هستن که به عنوان شوخی خوانده استفاده میکنن اشتباه نه شوخی خیلی خوب <تصفح> 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 شوخی خوبه اونم چیز داره دیگه یه حد و مرزی داره یعنی تو نمیتونی بگی با هیچ چی شوخی نکن مثل تو ایران دیدی مثلا هر طنزی ساخته میشه همه یه روز دکترها ناراحتن یه روز وکیل یه روز معلم <تصفح> ولی خب شوخی هم بالاخره یه حدی داره دیگه توهین‌آمیز نباید باشه دیگه درست بعد خب از بچگی همیشه ما رو اصلا جدا میکنن خب از محت, محت... محت بودن که با همین بعد دیگه مدرسه جدا میشه بزرگم که میشیم تا جایی که بتونن این کار رو میکنن یعنی مثلا شانس ما زد ما دانشگاه هم که رفتیم درسای عمومی رو از یه ترمی به بعد مثلا ریاضی یک و اینا رو شروع کن جدا کردن اختصاص رو نمیتونستن چون تعداد کم دیگه دانشگاه دیگه, دیگه, دیگه بود چجوری دارید فکر میکنید شما دانشگاهتون ورودیش هم جدا بود یا با هم نه درش نه بعضی جاها در جدا بعضی آه. از درهای دانشگاه درش جدا بود ولی بعضی جاها در جدا هم بوده که ای کسی نخواد آلوده بشه از در جدا <تصفح> اصلا بعد میگم بزرگم میشین درس دانشگاه و استادیوم و اینا هم که کلا از هم جدا میکنن تو فرهنگ و زبان ما هم که پر از این ها و نشونه ها و مدل میری زن و... اون تو جامعه خب بعد کارت جنسیت از زده آره بعد انتظار نمیره پس بعد تو که وارد رابطه میشی رابطه مناسبی بتونی شکل بدی این انتظار نمیره حتی با ما محفظ... جنس موافق حالا موافق <تصفيق> <تصفيق> نه یعنی حتی مثلا میگم رابطه سالم نیست دیگه یعنی تو همیشه یه یه فاکتوری خیلی مهمی از جامعت ایگنور شده هیچ وقت در صحبت نشده سرخ نظر جدا شده صرف نظر شده ازش حتی با جنس موافقتم هم که میخوای در مورد اونا صحبت بکنی در مورد اون فاکتور صحبت بکنی یه ذهنیت اشتباه غلطی داری دیگه آره بعد همین که چون تجربه تعامل با کیفیت با جنس مخالف رو نداشتی همین که اصلا شناخت کافی هم نداری فکر کن شما دو تا مفهوم رو از هم جدا کنی یهو مثلا بعد 18 سال بریزی چون یه جا و انتظار داشته باشی خروجی مناسب بشه که نمیشه معلومه نمیشه بعد پس فردا خب اینا قرار خانواده تشکیل بدن بچه دارشن و اون بچه های که مثلا آینده یه کشور رو میسازن دیگه ما همیشه میگیم نگاه مثلا از بیرون داشته باشید سطح بالا یعنی توی حجم بزرگ نگاه کنیم به قضیه خب معلومه موفق نمیشه اه. این ماها میشیم دست پرورده مثلا در واقع بچه ها میشن دست پرورده مادر پدرایی که خودشون با هم تعامل درست نداشتن و خب ما این هم هم گفتیم که چقدر مثلا رابطه مادر, مادر پدر با بچه تو دوران بچگی مهمه تو ساختن شخصیت بچه در دوران بزرگسالی و اونی که اونجوری شخصیتش ساخته شده چجوری مثلا قراره خروجی مطلوبی داشته باشه اینه وقتی جدا میکنید اصلا نمیتونی انتظار داشته باشی یهو معجزه بشه و ارتباط مناسب برقرار بشه و اصلا هر رابطه اینجوری هم قرار نیست به فساد کشیده بشه قرار نیست حالا هر دو تا جنس مخالفی رو گذاشتید کنار خروجیش بد بشه در واقع بدتر شما نگاه کنید جدا کردید آیا شرایط بهتر شد مثلا تو استادیوم حالا مثال میزنن که جو استادیوم خیلی استادیوم خیلی بده جو استادیوم بده من خودم زیاد رفتم استادیوم فوتبال اصلا آدم یه چیز که نباید آره حالا اصلا تعجب میکنی قالب توهی میکنی میشنوی ولی خب ما مشابه اون ورش داریم ما استادیوم, ها... استادیوم های والیبالمون مختلف بود یه زمانی یه وقت هم ندم جلوشو میگیرن چی میشه من خودم رفتم مختلف یه نفر اونجا واقعا فوش نمیدن نه من رفتم بازی ایران روسیه و ما سهیت زدیمشون و فوشم ندادن ولی گوشم رو از دست دادم آدم, آدم بیدن. آره اینو بگم اون به کنار میگن نمیدونم والیبال شرایطش فرق داره من زیاد میشنم این رفورد. اصلا این نیست این فرهنگ سازیه زمان میبره ولی شدنیه چی خواست بگی؟ داشته فهم کردم که آیا فوش شنیدم یا نه نه ولی رفتارشون خیلی بد بود با چیز با مردا یعنی یه دیگه یه دیگه واقعا به مردا بهشون پاشه دادن اون رو صف کرده خب این از یه ورودی با میرفتیم تو و فهمیدن که اون ورودی اشتباه از یه ورودی دیگه باید برین تو و خب همه حجوم آوردن به اون که ورودیه بعد اون شخصی که اونجا بود خب خوشش نیمد مثلا مسئول اونجا بود مثلا همه رو صف کرد و بشین پاش آدم ها مردم ها میرفتن خب شوخی و خنده بود ولی خب بشین پاشو رفتیم دیگه ولی خب خانوم خیلی با احترام از در دیگه وارد شدن حالا من یادم یادم یه بار با فرهاد اصفهان رفتیم دوست داشتیم که بریم ورزشگاه که کمی فوش بشتن واقعیتش این بود بعد نه با... بازی, آف... بازی بازی, باشن. هم می‌خواستیم ببینیم سپاهان و هم بود فکر کنم ده... اون اون بازی بوده که با آقای علی پروین شما عکس هم اون خیلی سال پیشه درست بعد این بازی فکر کنم سپاهانم هم برد با گل‌های زیاد بعد هیچ کی فوش نمیداد <applause> همه خیلی تکنیکی بازی رو میدیدن و معدب جایگاه هم نرفته بودیم بین مردم هیچ که فش نداد من رفته بودم حالا شاید خاطرم میسنه دیگه اصلا انقدر گذشته من یه بار رفتم استادیوم اونم بازی ایران بود و فکرم عربستانی بحری یه تیم عربی بود عمانی جایی بود که سه تا گرم زدیم علی آقا کریمی هم نه کریم باغری وسط زمین یکی به داد رف اون گوشه و... واقعا فقط به تیم حریف داشتن مثلا وقتی بازیکن ها می فوش میدن ولی بقیهش تشویق بود حالا شما نرفتید. نرفتید من اونجا چیزایی شنیدم که نباید واقعا جو افتضاحه ولی داستان که خب اون آدمایی که میان اونجا بالاخره خواهر مادر دو دختر زن دارن دیگه اونا هم کنترل میکنن من مطمئنم که اگر که دختر بیاد اتفاقا خیلی همه با کلاس میشن صد درصد که میخوای یه تعاملی داشته باشی یه شماره رد و نمیتونی اونجا وایسی <applause> فوش خور مادر موقعی که شماره شد به ای که من شماره رو پیش شما میذارم اون نمیشه که دیگه آدم از اول درست رفتار میکنه دیگه آره بالاخره زمان میبره هزینه هم خواهد داشت تلفات هم خواهد داشت ولی درست میشه فرهنگ سازیت یه شبه دو نیست به مرور درست میشه از آقا ترامپ امروز نگفتیم بگیم اصلا آقامون ترامپ بحث این خصایص مطلوب اخلاقی که مطرح میشه یعنی سنجیده حرف زدن مثلا جنسیت زده نبودن مثلا از اون ور گفتیم از این هم بگیم دیگه هم میشه باید به ترامپ برسی اصلا با. تو نمیتونی بعد چند تا نقل قول بکنه اصلا باور نکردنی از آقای ترامپ ایشون اون سال 2015 که داشتن آماده میشدن برای حرکت عظیمشون و اینا گفتن که خانم هیلاری کلینتون یه پیش زمینه بدم که خانم هیلاری کلینتون همسرشون آقای کلینتون بیل. آره بیل کلینتون چیز بودن رئیس جمهور بودن و یه زمانی خرابکاری در اومد که ایشون با یکی رابطه نامشروع داشت آره بعد حالا اینا با هم اومدن جلو تلویزیون با هم صحبت کردن و قضیه ختم به خیر شد یعنی طلاق نگرفتن و گندش در نیومد و ولی همه خب میدونن این اتفاق افتاده بوده پابلیک بده. این کاری کردن آره اومدن آره بعدش تلویزیون صحبت کردن هم هیلاری کنار بیل نشست و صحبت کرد پاتک زد آقای ترامپ اپریل 16 سال 2015 یعنی 16 اپریل 2015 گفته حرف ببین خانم هیلاری که نمیتونه شوهرش رو راضی کنه چه انتظار دارید آمریکا رو راضی نگه داره چی شد حسن دیگه ما حرفی نزد آخه بابا جولای 2017 از بشن میتونم تصور کنم که انگلیسی چی گفته آره یعنی خیلی آشا لفظ با... ستیسفای استفاده آره ماکرونو ماکرونو آره خب امانوئل ماکرون که ماکرون میشناسید رئیس جمهور فرانسه ایشون خانومشون و 66 سالشونه معلمش بوده خیلی از سنش بیشتر ولی خب خیلی به خودشون رسیدن و اینا به خانم یعنی بانوی اول فرانسه تو روش از زیبایی و هیکل خوبه اون خانم صحبت کرده اینو میگم دیگه این واقعا دیگه رو دسته این نداره 1997 اون موقع که یه بیزنس من کسافت بوده اینجوری گفته که 1997 آره. و... هیچ چیزی نیست که من از زنان تو دنیا بیشتر دوست داشته باشم واقعیت رو گفته دیگه و میگه که اونا خیلی متفاوت هستن از چیزی که به تصویر کشیده میشه ازشون اونا خیلی بدتر از مردها هستن خیلی پرخاشگرتر هستن این آخریشو نمیتونم و میتونن باهوش باشن یعنی یعنی مثلا فکر میکنه که نباید باهوش دیگه. باشن و این گفت دیگه سکوت آره آره دیدم زشت حالا این حرف علی کریمی باعث شد که ما با این موضوع اشاره کنیم که خیلی علی جان اگر که نه حالا علی کریمی که جای خود کلی داریم میگیم خود ماها هم ممکن آره. ناخداگاه از این الفاظ استفاده کنیم خیلی هم نمیخوام که, که من با... کردم کاری و داشتیم با مینا صحبت میکردیم یه مایزی یادم گفتم که بعد مینا رو تصدیق کرد و گفت این حرفت آره تو ناخداگاه ماست آره. خیلی حالا ما نمیخوایم کشش بدیم قضیه رو هممون گرفتیم خیلی هم قور قرار نیست بزنیم ولی راهش اینه که از خودمون شروع کنیم پس فردا میخوایم صحبت کنیم بذار تو انتخاب لغات و معنای پشت لغات بیشتر دقت کنیم مولانا چی میگه میگه نکته کانجا ناگه از زبان همچون تیری دان که آنجا از کمان دیگه نمیتونی برش گردنی آره دیگه میگن اون لغاتی که از ذهن شما میاد مثل تیری که از چله کمان رها میشه این بر ده. نمیگرده این چلهش کجاشه چله کمان دیگه توکش <تصفح> و قدیم حالا تکست و اینا میدادیم اون موقع هم نمیشد حرفو پس بگیریم الان میشه علام رو. یه ذره اوضاع بهتر شده ولی روز اینجا سلام <تصالح> 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 چیزه همین دیگه باش آره ما ناخداگاه مثلا از این الفاظ استفاده بود خیلی مردی و خال زنکی و همون زنونه و این داستان ها اینا ها. ولی اینا همش زشته آقای علی فتول زاده آقای علی کرمی این آخر هم این پیشنهاد علی کریمی من بگم پیشنهاد خیلی زیباییه که <تصالح> <تصالح> تا وقتی که تکلیف استادیوم رفتن خانم ها مشخص نشه تا نیا نمیرم آره حالا زارا تو بازی ملی قضیه رو AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا تونست حل کنه که بازی ملی زارن خانم قرار برن باشگاهی هنوز کاری نکنه چه جوری خب کنترلش خیلی سختره بازی ملی مثلا یه بازی تو استادیوم آزادی چون تعدادش بالاست آره راستن. اینا تو همه شهر و خب آره دیگه بعد اینا تدارکاتشو ببینن دیگه سرویس بهداشتی های مجزا شاید مثلا فضای مجزا و همه ای این حالا با... اینا رو ما دیدیم سر بازی پرسپولیس که رفت فینال آسیا آره تو دو سمت. هفته استادیوم کوبیدن دوباره ساختن اصلا, اصلاً <applause> توالت جدید پیدا کردن یعنی <applause> تو ببین چه چی چیزای دیگه اون تو از باور کن وردی مجزا برای وجود داره بسنش <applause> اه... اصلا چیز میخوان <applause> این حرکت هماهنگ شده را. اگه بتونن واقعا مدیریت کنن همین آدمای معروف با کپشن درست با ادبیات درست با الفاظ درست بعدا خیلی خوب آقا نرید نریم نریم استادیوم مردا نرن پول که نباشه پول استادیوم رفتن شما نرسه به جیب حالا باشگاه های ناد خودشون میاد و شروع میکنن شرایط رو عوض کردن خیلی خوب آره تو چی داری برامون جالب چی داری هفته من یه چیزی که داشتم سرچ میکردم در مورد کشور سوئیس خیلی جالب مثلا الرا... سوئیس آره من صبح بیدار شدم سوئیس میخوام <تصف> اطلاعات کسب کنم نه یه سفری بود که خواستم بدونم بعد ما هم سفرمون سوئیس ما هر وقت بعد ملک و املاک و حسابا و میریم یوروپ 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 بعد داشتم که ببینیم مثلا در مورد سوئیس چه چیزای جالبی هست که نمیدونیم که تقریبا هیچی نمیدونستم و <تص> یه چیزی بود که خیلی جالب و مسخره بود فکر کنم و <تص> که سوئیس یه حزب سیاسی داره رسمی که اسمش هست انتی پاورپوینت پارتی که کل دستور کار این حزب اینه که برخلاف پاورپوینت پریزنتیشن یا حالا به صورت اپلیکیشن مشابه استفاده کنیم میشه <تصفح> <تصفح> نه به صورت کینوتو میشه به صورت کلی تر کلا با پریزنتیشن مشکل داره ارائه دادن آره دلیلش همینه که رفته یه آقایی که حالا این پارتی رو انداخته 2011 پیدا کرده که کل این پاورپوینت ها به کار نمیاد کلا و واسه کل از وقت طرف واسه کشور دوربر دو بیلیون دلار ضرره حالا تایم حساب کرد نمیدونم چی کار دیگه ولی خب این چیزه که بگو خیلی عجیب بود. بگو میدونم چی به نظر من بد نیست پاورپوینت اینا بعضی این موقع خوبه ولی حالا کارون ب... نظری داره ببین شما همین به شرایط زندگی آدم ها رو شما میتونید از دقدقه هایی که دارن بسنجید خب ما الان اگه... چی صحبت کردیم الان ببین چی آره به ما راجع هرماز رو صحبت کردیم خب تو اگه توی دغدغه مثلا نیاز های فیزیولوژیکیت مونده باشی غذا نداشته باشی آب سرپناه خونه بریم لول بعدی مثلا احساس امنیت نکنی اینا, اینا های سطح پایینشه این لامصبا همیشه مثلا مثال میزنن میگن چه جوری مثلا شرایط کجا خوبه میگن مثلا سوئیس اینه اینا انقدر دغدغه ندارن یا رفته حس زده که آقا پاورپوینت مثلا استفاده نکنیم بیایم نمیدونم یه جوری دیگه ایراد دیگه دیگه سوئیس برامون چی داره سوئیس شیر خوب داره. <applause> <در دیمیان>. <تصفيق> <تصفيق> گاوینا زیاد دارن بعد در حدی که شیر کشور خیلی زیاده و مردم ها چیز میکنن که هم شیر شیر آره ولی شیراش خوشمزه بود آقا شما لاکتوز تالرنت نه ام. اوکی هم. آره ولی زیادم نمیخورم ها یه چیزی با حال دیگه داره چون سوئیس بین چند تا کشور و اینا جوری که دیزاین شده ورودی های به کشور مرزاش که ما خودمون از آلمان رفتیم به سوئیس با اتوبوس از روی پل رفتیم همه مرزاش یه جوری دیزاین شده که اگر جنگ بشه منفجر میشه حالا اون پول یا هرچی هست که کسی نتیجه آره که پولا رو دارن اونجا نمیدونم دیگه خیلی چیزن آره. آره. همه مرداشون هم سربازی میرن بعدش تفنگاشون رو باید تو خونه این, این که ب... یه کشور دیگه است که به زور مردم توفنگ میدن <applause> و کشدار نمیشه آره واقعا <applause> فکر... اینا حق تیر ندارن حالا اون هم هست با گان کنترل آمریکا فرق داره قطعا ولی آره چون فرنگسازی شده دیگه براش نه سوئیس سویس و با امریکا چیز نکنه خب توفنگ یه دیگه داشته باشی میتونی بزن توفنگ اگه توفنگ تیه داشته باشی میتونی آره از اون از های آقای خیابانی بود یه سلام باقی علی فر بکنی سرنگ ما واقعا استفا بده برو جون هر کی دوست داری اصلا زشته به اصلا توهین به شعور مردمه بعد توضیح کوتاه بدم که نمیدونن سر بازی رئال مادرید لوانته این میره ویکی‌پدیا همیشه میخونه بعد ویکی‌پدیای فارسی رام مثلا سه نفر برن رأی بدن مثلا میشه متنش رو عوض کرد بعد یکی رفت بود برای تیم لوانته نوشته بود سه جلال حسینی مثلا کشه دفاعشه این رو آنتن گفت که حالا من شنیدم محروم شد که گزارش نکنه و گفته از ایران میخوام برن لطفا برید و کجا برن با سر یه بازی دیگه هم بود یه یه چیز دیگه سا آره. یه سازنده چیز استادیوم و یارو اسم خودشو گذاشت خیلی خوب توهین به شعور مردم یه کسی مثل عادل فردوسی پور باید بشینه تو خونه این مدل آدما بیان گزارش کنه سوالی که دارم فدراسیون گزارش میکنه الان <تصح> یا نه, نه, نه هم <تصح> <شوری> دیگه <آها. تصح> <با>. فقط گلای <تصح> <میکنه> عجیب داره میزنه توی تیم کلیپ گلاش فقط کلیپ گلاش رو میبینیم گل عجیب یه چیزی دیگه هم آقای علی فرد علی فره فکر کنم علی فره سرهنگ سرهنگ واقعا یا اسمش سرهنگه نه سرهنگ وانابی <applause> نه سرهنگ ظاهرا نظامی نمیدونم من همیشه شنیدم سرهنگ فر شاید هم لقبه واقعا آقا برو اصلا صحبت نکنش اصلا آدم بود میشه تو خبرای چیز یه خبر باحال بود حالا باحال یه پسر 22 ساله تو اسپانیا مثل اینکه یه باگی هست توی آمازون وقتی که خرید میکنی میخوای ریترن بکنی نمیدونم حالا دقیقا چرا این کنترلی روش نمیشه یا کشور تا فرق داره ولی وقتی ریترن میکنی اون باکس رو انگار باز نمیکنن رو حساب وزنه که ریترن کردی یه چیزی که گذاشته خب آره این شروع کرده بوده آیتم های خیلی گرون میخریده و اینا بعد تا میرسیده برم تو باکس رو خاک میریخته خب آره همون از خاک و پس میداده ریترن میگرفته و اون آیتم رو تو بازار میفروخته که این کار رو ادامه میده و اینا یعنی میفهمه که آمازون یه مثلا یه لیستی داره که بخواد اینوستیگیت کنه تایم تایمی طول میکشه تو اون تایمه همینطور این کارو میکنه دور و هزار دلار ایشون آره این کارو میکنه و از آمازون چیز میکنه ولی خب پلیس گرفتش قفونی <تصفح> کشش گرفت. آره مامان بابا طرفم تو در سر افتادن به خاطر اینکه حالا از خونه این کارو میکردن نمیدونم برای اینترنت بوده برای چی یا خاکای باغچه رو فکر کنم استفاده می‌کرده دیگه زمین کامل کند آره خونه با خلی ریخته اینقدر این کند ریخته یه مدت چیز میگه حالا من دیده بودم توی کانادا و تو استرالیا من دیدم که توی این جعبه های اپل مثلا یا روی زی میذاره روی یه زی اسم به نام مثلا دیوار توی کانادا به نام کریکس لیست که شما میتونید مثلا اجسامی که نمیخواین رو بذارید و بفروشید و اینا مثلا میگفتن ما یه گوشی داریم که آکبنده و شما موقعی که میخوای بری گوشیه رو بخری از طرف خب میگه که میخوام بازش کنم ببینم میگه که نه اگه باز کنی نخریش بعد مثلا از قیمت گوشی میفته دیگه شما پول رو به من بدی تو دست من باشه گوشیه رو هر کاری میخواد بکن بعد میگه که اوکی پولری که بهش میدی یارو فرار میکنه و اون تو برنج ریختن و سیلش کردن در تیم ملی و یکی از دوستای ما هم خودمون درگیر این موضوع شده برنج خریدن با یه برنج خریدیم 1500 دلار خوبه خب یه خبری خوندم رب داره به اپیزود آخری که تو رفتی در مورد کامنت ها بود اینا توضیح میدادی در مورد آهنگ که بخوایم بذاریم کاپیرایت کاپی رایت یوتیوب و اینا خب یوتیوب آلگوریتم های دیگه داره که مثلا اگه خوشونتی اتفاق بیفته مثلا اینا رو فکر کنم فلگ میکنم میارم پایین ویدیو یه چیزی دیگه داره که یه پالیسی داره در مورد خشونت برای حیوانات اینا مهم. که خب این خوب هست بعد یه سری ویدیو هم الان مد شده که هست یعنی میگم چیز خوبیه هست. با. یه سری ویدیو هم هست که من خیلی دوست دارم که ربات دیدی ربات میسازن بعد ربات با هم دعوا میکنن یا آدما ربات ها, ها رو میزنن میفته اینا این خیلی باحاله حالا یه سری ویدیو زدن بیرون که دوتا ربات داشتن دعوا میکردن این کار با هم و این خشونت آره اینو فلک کرده فکر کرده مثلا اینا سگ بودن, بودن, بودن یا حیوان بودن چیزو در آورده اینا بعد مردم حالا ها... مردم هم روی اینترنت بی دیگه گفتن شما مثلا ربات ها رو آوردین جزو حیبون ها یا مثلا قانون ضد رو... دارین و اینا و یوتیوب گفته نه ما دیگه این فکر نمی‌کنه آر... ما بعد درست کنه. آره حالا اینا هم یوتیوب گفته که درستش میکنه. دستشو نکنه دیگه یه داره آره. واقعا, واقعاً. شکل. شکل یه پس خادرین. یه خبرم دیگه بود در مورد بگو بگو این الان شروع میکنه در مورد <تصفح> یه پسر 17 ساله در خارج در آمریکا <تصفح> <تصفح> که 15 سال زندگیش 5 تا غذا خورده از دو سالگی آره حالا دیگه مثلا فرنج فرایز زمین سیب زمین سرخ, کرده. کرده چیپس نون حالا نون با و سوسیس و کالباس این پنج داره دیگه یعنی و الان که 17 سالشه ایشون کور شده و حالا رفتن امارای گرفتن و فلان و اینا لینکش کردن به همین دایتی که ایشون داشته 15 سال صبح بودن میشده مثلا چیپس میزده با چیپس, چیپس میزده با حالا این پنجتا تا خوبیه مثلا آدم بزنه یکی دو بار در در نمیدونم ولی مثلا ایشون چش و گذاشت رو این کار نخوری دیگه خ... نخوری. یه مریضی داشتی که این کارو میکردی آدم سالمی که نمیاد فقط سوسیس کالباس بخوره با پنیر دو, دو سالگی یعنی سال. مادر پدرش مجبور کردن دیگه دو سالگی که تو هر رو از به تشخیص نمیدی شاید هم آره ننوشته در مورد مریض اینا داشته یا نه ولی ایشون واضحه دیگه شما زیاد چیز میخورید فاست فود ایمان عاشق غیر از دیروز ما دیروز سوالم ما رفتیم آیکیا این وسایلی که الان پشت دور رو بخریم و نفری سه تا سوزیز خوردیم سه تا ست... ناهارمون بود کچیکتر <تصح> <تارید نخورده>؟ <تصح> <تصح> خیلی ساده زیستیم بستنی نخوردیم چرا تحج خوریم. که بشوره خیلی ارزونه حالا بسید اصلا غذا رو بخیاس غذا رو میشه یه خبر دیگه هم بود که توی پنسیلوانیا یه آقایی به همسایش همینطوری تیر زده نه با دستش مثلا مثل توفنگ ادای تیر ادای تیر زدن مگه نه این چیزا رو لیسانس ها بود یه دن سری ها رو دیگه یه خورت خارقاله داره توری میزد آره خورتزه این یکی دو بار اینطوری میکنه و اینا به همسایه بعد البته آمریکا هم خب فکر کن تو آمریکایی مثلا یه کمی حس میکنی یارو شوخی درستی نیست ولی همزایه واقعا حس ناامنی میکنه و کارو میکشونه به دادگاه بعد دادگاه میگه که این کار دیگه غیر تو امریکا یا تو پنسیلوانیا تو, تو, اون تو اون آره تو پنسیلوانیا تو منطقه بکنم شما دیگه با دا انگوش دا نباید چیز کنیم اینجوری این میگوید اینطوری <تصح> اون ل... اون پشت <تصح> اینطوری کسی <تصح> <تصح> نمیبینه تو رو که <تصح> موازبه انگوش آره دیگه آره دیگه جمع کنید <applause> دیگه خودمونی شد این ته <applause> بسه بچه بود <تص <إجراز> <تصفيق> <تصفيق> بزن دیگه آهنگ بزن من میگم این دیگه نمیتونه بگه بزن میگم میگم خب مرسی که ابزوی سه هفته شهار بود کارون در مورد گفتار زبان جنسیت زده زبان جنسیت زده صحبت کرد نه تو ایران تنها و تمام اقصان دنیا جونم براتون میگه که ما توی تمام فضای مجازی اسم خود تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام اگه بزنی اون دکمه رو که بردیم دیگه آه آها آره آه آه حجی بیت و اینکه اگر, اگر که... میخواهید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خود از تاکس که میتونید اونجا نظرها وایس پیام های صوتی تصویر و نوشتاریتون ما میریم هفته بعد با دو تا موضوع جدیدی که برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ